سلام، من مرضیه ریاهی هستم، کارگردان فیلم کوتاه کلاس رانندگی از ایران. خوشحالم که فیلمم در جشنواره حضور داره و در این حال متاسفم که به خاطر شرایط پاندمی کرونا امکان حضورم در جشنواره فراهم نبود. ولی خوشحالم که با برگزاری جشنواره به صورت آنلاین شما این امکان رو دارید که فیلم رو ببینید. در مورد یه خانومیه که میخواد آموزش کلاس رانندگی ببینه و چون طبق قوانین ایران نمیتونه تنها با یک مربی مرد در ماشین باشه، همسرش رو همراه خودش میبره و حضور همسرش باعث میشه که یک درامی شکل بگیره و ما با یک بخشی از جامعه ایران آشنا بشیم. به نظرم بزرگترین چالشی که همه فیلمسازا در همه جای جهان باش مواجهن جذب سرمایه است. اینکه شما بتونید یک بودجه رو برای فیلمتون فراهم کنید اصلا کار راحتی نیست، به خصوص در مورد فیلم کوتاه، چون بازار بزرگی نداره و سرمایه گذار رو نمیدونن که این بودجه‌ای که برای فیلم شما خرج میکنن آیا بازگشت خواهد داشت یا نه. برای من این یکم سخت‌تر بود چون فیلم کوتاه اولم رو داشتم میساختم و سرمایه گذارهای زیادی پیدا نمیشن که بتونن اعتماد کنن به یه فیلمساز فیلم اولی، به خصوص در مورد فیلم کوتاه. به همین دلیل این پروسه جذب سرمایه بر من خیلی طولانی شد، شاید نزدیک به یک سال طول کشید تا من بتونم یک تهیه کننده مشترک و سرمایه گذار پیدا کنم و در نهایت تونستم با آقای بابک رضایی این همکاری رو انجام بدم و ایشون به من اعتماد کرد و سرمایه رو در اختیارم قرار داد تا فیلم رو شروع کنم و کلید بزنم. اما مشکلات فیلم به همینجا ختم نشد. به هر حال ما برای اینکه بتونیم یه فیلم با پروداکشن خوبی بسازیم باید عوامل خوبی رو بتونیم کستینگ کنیم و دور هم جمع کنیم. چون فیلم کوتاه معمولاً بودجه زیادی نداره و نمیشه به عوامل دستمزدهای زیادی داد، ما به عنوان فیلمساز فیلم کوتاه مجبوریم ما خودمون رو با خیلی از عوامل خیلی مواقع هماهنگ کنیم و در زمانهای خالی اونا کار کنیم. به همین دلیل خیلی طول کشید تا من تونستم آدم‌ها رو دور هم جمع کنم و یک کستی رو دور هم بیارم که بتونم فیلم بسازم. حتی سه بار پروژه به عقب افتاد و سه بار اون عواملی که قرار بود با من کار کنن رفتن سر فیلم‌های بلند سینمایی و من مجبور شدم هی عوامل عوض کنم تا در نهایت به این کستی که الان کلاس رانندگی داره رسیدیم و خیلی خوشحالم اتفاقا، چون الان فکر میکنم کسی که کلاس رانندگی داره درست‌ترین آدم‌های ممکنن. شاید اگر اون آدم‌هایی که من فکر میکردم حرفه‌ای‌ترن و بهترن میومدن توی فیلم، خروجی فیلم این نمیشد. و از اینکه این صبر رو کردم به هر حال در این موقعیت راضیم. غیر از این همین مسئله کستینگ مشکلی که برای من ایجاد کرد این بود که من مجبور شدم یک زمان طولانی رو صرف کستینگ بکنم و چون فیلم همش در ماشین میگذره و لوکیشن خارجی داره، خب خیلی بهتر بود که اگه من میتونستم این فیلم رو در تابستون بسازم که روزهای بلندتری داریم. اما چون این پروسه خیلی طولانی شد ما به زمستون رسیدیم با روزهای کوتاه‌تر و مجبور بودیم ساعتهای کمتری رو کار کنیم به خاطر اینکه نور از دست میرفت و کلوین میافتاد و از طرف دیگه ما بودجه زیادی نداشتیم که بتونیم به روزهای فیلم برداری اضافه کنیم. بنابراین مجبور بودیم که خودمون رو با این شرایط جدید آداپت کنیم و در روزهای کمتر سعی کنیم که با کیفیت بیشتر و با سرعت بیشتری کار کنیم. در نهایت از اتفاقی که افتاد راضیم. کلاس رانندگی هست‌هایی داره و حتما یه سری اشکالاتی داره به عنوان یک فیلم اول که الان خب خیلی بیشتر بهش واقفم و اشکالاتش رو الان بیشتر میبینم، اما نمیخوام اینا رو همه رو مربوط کنم به بودجه یا مشکلات تولید. یک بخشش هم مسلمه من به عنوان کارگردان شاید میتونستم کارهای بهتری بکنم، ولی در نهایت به نظرم کلاس رانندگی بر من تجربه خیلی خوبی بود و از
حضور تمام عوامل فیلم خیلی راضی هستم. من سالها فیلم مستند ساختم و کلاس رانندگی اولین فیلم کوتاه داستانی منه. زمانی که تصمیم گرفتم که اولین فیلم کوتاه داستانیمو بسازم، بزرگترین چالش برام انتخاب فیلمنامه بود. در اون مدت فیلمنامه های خیلی زیادی خوندم از نویسنده های متفاوتی، ولی هیچ کدوم نمیتونست من راضی کنه که بخوام به عنوان اولین فیلم کوتاه داستانیم روشون کار کنم. حتی یه فیلمنامه هم خودم نوشتم و بعد از اینکه مدتی فیلمنامه رو آنالیز کردم و حتی دکوپاژش کردم، باز به این نتیجه رسیدم که این اون فیلمی نیست که من میخوام بسازم. تا زمانی که خواهرم مرجان ریاهی نویسنده یه فیلمنامه کلاس رانندگی ایده کلاس رانندگی رو بهم داد و وقتی که این ایده رو بهم داد فکر کردم که من واقعا دنبال همین فیلمنامه بودم و چقدر دلم میخواد که این فیلمنامه رو بسازم و چقدر بهش باور دارم و چقدر بهش اعتقاد دارم و چقدر در زمان درستیه که من این فیلمنامه رو دارم میخونم. خوشحالم که این فیلمنامه رو انتخاب کردم و با وجود همه چالش هایی که برای انتخاب فیلمنامه وجود داشت ساختمش. کیوان خانم حرکت کن بریم. کیوان خانم حرکت کن دیگه. کیوان دارم با طرف میزنم. کیوان دارم با طرف میزنم. مواظب باش. چیکار میکنی زنی که روانی؟ چی میگی؟ چنجوری؟ بیا اینجا ببینم. سینمای اجتماعی به نظرم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. چون ما در واقع حرفهایی رو به مردم میزنیم که از زاویه دید خودشونن. یعنی ما مردم رو به مردم نشون میدیم. بنابراین مردم وقتی که معضلات و مشکلات خودشون رو در فیلم ها میبینن خیلی راحت تر باش ارتباط برقرار میکنن و خیلی راحت تر میپذیرن. شاید ما در واقع داریم همون حرفایی رو میزنیم تو بعضی از اوقات که خیلی از سیاستمدارا یا خیلی از مسئولین هر کشوری در هر کجای جهان میزنن. ولی وقتی که آدم هایی که توی پوزیشن خاصی هستن با مردم صحبت میکنن، شاید مردم این پذیرش رو نداشته باشن از اونا و که بخوان بپذیرن، چون فکر میکنن ما مشکلات مردم رو درک نمیکنن و اصلا متوجه این مشکلات نیستن. ولی وقتی که دارن در فیلم ها این معضلات و مشکلات رو میبینن، در واقع دارن سینمای اجتماعی مثل یک آینه است که داره مردم و مردم نشون میده. بنابراین خیلی راحت تر میتونن بپذیرن حتی اگر نقدی وجود داشته باشه، موزلی وجود داشته باشه یا حتی راهکاری. برای من از سینمای اجتماعی خیلی تأثیر گذاره در جامعه و میتونه خیلی کمک کنه و به طور کلی در آگاهی بخشی به جامعه. در واقع من زیاد به این تفکیک جنسیتی قائل نیستم که ما یک خطی بین زن و مرد بکشیم و بگیم زنها این گونه فیلم میسازن یا مردها این گونه فیلم میسازن. چون به نظر من ما پیش از این که زن و مرد باشیم انسانیم و در واقع داریم در مورد یک نگاه انسانی در فیلم هامون صحبت میکنیم. به نظر من بزرگترین مشکلی که برای زنان سینماگر وجود داره، حالا من میتونم بیشتر در مورد زنان سینماگر در ایران صحبت کنم، شاید بزرگترین مشکلی که در ایران برای زنان سینماگر وجود داره اینه که شاید جامعه فیلمسازی ما چون بیشتر از مردها تشکیل شده زیاد این قدرت پذیرش رو نداشته باشن که یک زن رو به عنوان رهبر یک گروه بپذیرن و شاید در بعضی مواقع دلشون نخواد که یک زن بهشون دستور بده که الان چی کار بکنن یا چی کار نکنن. این وجود داره، ولی در کلیت به نظرم شرایط ساخت یک فیلم چه برای زنها چه برای مردها کار ساده ای نیست و سینما به خودی خود یک حرفه چالش برانگیزه، چه برای زنان چه برای مردان. و به نظرم این نگاه درستی نیست که ما تمام چالش های سینما رو به جنسیت ربط بدیم و بگیم ما به عنوان یک زن با این چالش ها مواجه بودیم. نه، این چالش ها به نظرم برای هر دو جنس وجود داره و هر دو جنس با مشکلات و چالش های متفاوتی روبرو هستن. ولی واقعا فکر میکنم بزرگترین چالشی که زنان دارن همین عدم پذیرش مردان گروه به عنوان یک رهبر زنه. البته خوشبختانه تا این سالها ما در ایران زنان سینماگر بسیار موفقی داشتیم، به خصوص در مورد فیلم‌های کوتاه که موفق‌ترین فیلم‌های کوتاه ایرانی طی چند سال اخیر کارگردان‌های زن داشتن.
و فضا به نظرم واقعا تغییر کرده و جامعه فیلمسازی حالا شاید فقط در حوزه فیلم کوتاه به این پذیرش رسیدن که زنها میتونن خیلی رهبرهای خوبی باشن و خیلی فیلمهای خوبی بسازن و امیدوارم که این فضا در همه جای جهان برای زنها وجود داشته باشه.